həsrətim ürəkdə qalmasın. Ax tək neyləyim, arzım yanmasın. Can olsam, ürəkim sən ay olsam. Hələ bozan bələtlisən. دیر بلند شدم. ببینید هنوز رخت خوابم اونجاست بیرونه. گذاشتیم هوا بخوره. یه ذره برسیم صبحگاهی، یعنی زورگاهی. شده دیگه با لباسم. داستانش خیلی هم شیک نیستیم دیگه. دیره دا 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 دا. باید دستمال من ست میکردم، نشد. Katastrofe, katastrofe. بچه ها ببینید چیا داره، بهشون توضیحشون روز تکل من یه دارم. موسیقی
کسی که به من گفت موزلی بخور چقدر کار خوبی کرد. یه ذره زیادی شد. ما زیاد که میخوریم، ما که شکمو هستیم. حالا نمونم موزیک هم میبندم و سب کنیم یه دست بذاری دارچینشو با چیزشو بزن. تخم کتون ست بشید ببینم اینجا. میام اینجا با هم حالا یه ذره گاز بزنیم. خب بچه ها، من امروز خیلی دیر پا شدم و چقدر خوابیدم و چه خوب خوابیدم، یعنی اصلا مثل یه سنگ افتاده بودیم روی. چقدر اینجور خوابم خوبه. خب How are you؟ برای تمام بچه هایی که هستن، اولین کامنتی که دیدم اینا چی بود درست کردیم. خب ما بیاییم بزنیم تو جلوتر شما ببینید چسته. خب این من میزری از پاکتش در بردم دیگه، ریختم توی. بعد شما میگید میزری دیگه، ما میگیم میزری زه میگیم. حالا منم از شما یاد گرفتم میگم میزری. خب بهتر زبان بین المللی. چاقوی منم یادگاری شد از سیاوش. ابنانه یه بار اگه خاطره بهتون بگم، خونه خواهرم من اول اومده بودم زندگیم کردم، یه سال و نیم خونه خواهرم زندگی کردم تو هامبورگ. بعد مامانم میمد خونه ماما با چیز خواهرم مثلا ما رو ببینه، یا حالا به اونا خودشم از کانادا که میخواستم برم ایران میمد اونجا، سالی دو سه بار میمدن. الانم میان میرن، من خبری ندارم. اما داستان چه؟ یه چیز جالبی یادم افتاد سر این چاقوه. خب خواهرم اینا هاوس داشتن، خود مال خودشون بود و خونه مثلا خیلی جالب و شیک و پیک و در این حال خیلی استایلش از اون استایلای مثلا ادو اطباری نم، خیلی خیلی جالب بود. حالا خوار نداریم بخوام. بعد همه چیزش هم چوب بود، اکثرا همه چی چوب و نچرال یا همچین چیزی بود. بعد مامانم اومد نمیدونم قابلمه رو بذاره چی بذاره، از رو گاز برداشت روی چیز که گذاشت روی این بغل این چی میگن توی آشپزخونه که اینا دیگه، اینا رو چی میگن، چوبایی که بغل گاز هستش که اینا چوبه دیگه، خیلی هاشون چوبه. حالا فکر کنم مال من چوب نباشه ولی مال اون چوب بود. بعدش مال خواهر. بعد
این که قابلمه داغ رو میذاره، نمیدونم حلوای زنجبیل داشت درست میکرد یا چی. آره چرا موام خوب شده، خیلی خوشگل شده، هی خودم مرسی لون هم خیلی خوب شد. خب بچه این یه ذره چیز شدم. آقا قابلمه رو که گذاشت تای قابلمه، این بره تو اینجا بهتون نشون بدم. حالا چی اینجا تخته های حالا اینجا چی میگی شما اینجا؟ حالا اینقدر چیز شلوغ پلوغه. اینجا قابلمه رو که میذاره اینجا، بعد تهش تای قابلمه اینو میسوزونه، یه لکه انقدری روی تخته چیز اون بغل این چی میگید؟ محل کابینت؟ نه کابینت، نه کابینت نمیگن، یه چیزی میگن. حالا ما چی میگیم خودمونه؟ آرباتس پلاس، جایی که کار میکنن دیگه، حالا نمیدونم. به هر حال بعد اینی که میگیره همون جایی که بود که قابلمه میس. خب اینجا هم آشپزخونه، یعنی خیلی برای مثلا خواهرم هم همه چی تمیز و فلان خوب اینو. بعد یه دفعه مامانم انقدر ناراحت میشه، خب نمیتونستش که کاریش بکنه چون سوخت، مثل یه میز، یه میز چیزم آذرم سوخته، یه روش یه دونه چیز گذاشته، میگه من یه بار نمیدونم چی گذاشتم از این میز 700 یورویش سوخت یه تیکش. وقتی میسوزه دیگه چوبه دیگه، سوخته دیگه، کاریش نمیشه کرد که. البته من میگم خب دیزاین، حالا مال من وقت بسوزه میگم خب دیزاین، دیزاین من اینو میگم. حالا خواهرم اومد، مامانم اومد، وای این چرا سوخت، ناراحت شده. بعد خواهرم اینجوری یه جمله گفت، من اونجا نگاه کردم چقدر خوشم اومد از سیما برای این جمله‌ای که به مامانم گفت. گو مامان چقدر خوب، چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. دیگه هر روز من اینو بگم ببینم میگم مامان. گفتم ای چقدر این قشنگ برخورد کرد، خوشم اومد از برخوردش. اونجا احساس کردم چقدر خیلی قشنگ برخورد کرد. یه لحظه خودم رو جاش گذاشتم، دیدم من یه همچین ریاکشن قشنگی نداشتم که اون داشت. گفتم مرحبا به تو، مرحبا. اینم این. حالا ما چی داشتم میگفتم؟ یه چیزی داشتم میگفتم، یه چیزی شد. حالا بیایم اینو بخوریم دیگه. حالا چی شد بهش فکر نکنیم یادمون بیاد، خود یادمونم خودش میاد. خب گوتن اپتیت و اشتهای خوب که دارم. زیبا من به زودی میام آلمان دیدنه. دیروز یه دونه بچه ها بلیتی دارم میدم، از امروز چندومه؟ بکنم امروز 22 آله، از 8 روز دیگه ما یه بلیتی داریم 9 اورو برای تمام آلمان. یه جوکایی درست کردم، قطارهایی که تو هند و اینا همه پر از بالاشم آدم سوار میشه، اینجوری عکس چیزایی کشیدن که 9 اورو بلیت 9 اورویی میاد. دیروزم 9 اورو شما یه دونه بلیت روزانه که من برای هامبورگ میگرفتم روزانه 7 اورو بود روزانه ها، از اینجا برم مثلا اونم محوطه هامبورگ، اگه میخواستم اطراف هامبورگ بگیرم باید 9 اورویی میگرفتم. خب حالا اینو به خاطر جنگ اوکراین، برای اینکه مردم راحت تر برن جاهای مختلف کار کنن، راحت تر ارتباط برقرار کنن و اینا، خیلی خیلی خوبه. بعد حالا همه منتظرن این اول ماه بشه دیگه، کسایی که هم دیگر رو ندیدن، کسایی که اینجا هستن. همه من دیروز پریروز کلی چیز بچه ها دعوت داشتم، بعد گفتن زیبا بیا پیش ما. من گفتم شماها بیاید پیش ما، من آخه زیاد صف زیاد همه حمله کنن، من میگم خب بفرما شما برو. حالا یه هفته اول فکر کنم دیگه نمیزیم. حالا چند تا از بچه ها قراره بیان جنوب آلمان، نمیدونم
شمال آلمان، کیر، همه. یکی از دوستان مریم لایو منو میبینه، احتمالاً گفت زیبا من لایواتو میبینم. گفت زیبا بیا کل. گفتم که حالا تو بیا اول. ولی خب منم میام. سه ماه این هست. سه ماه، هر ماه 9 یورو. مهمون بازی میشه چه جور؟ بچه ها چه خوب شد یکی برگشت که زیبا میزده بخورد. من رفتم دیدم یه شیری دارم از اون شیرهای چیز هالت باچ، اینا که میمونن چند ماه میمونه، نه شیرهای تازه. هموژینه شده شما چیچی یه چیزی جمله میگم. بعدش ما خیلی جالبه اومدم گفتم ای من دوتا دارم، بذار تاریخاشو نگاه کنم. یکیشو نگاه کردم تاریخش یه ماه گذشته. باز کردم اینی که دارم میخورم تاریخ گذشته از شیرش، ولی واسه همینه تو قابلمه امتحانش کردم دیدم که نه دیگه اشکال نداره، خراب نشده. هموشینیزه مرسیم. مهمونای بیچاره باید همه چی اما هم بیچاره نیستم، با چارم دوم من میتونن نیان، سوم من که 100% ما مهمون بازی نداریم، همزیستی داریم. دیشب تا ساعت 3 اونا که بیدار بودیم، یکی از بچه‌هام دو تا از بچه، یکی از بچه‌ها به اسم محسن علوی از کرج خواسته بره. حالا امروز سر شرف میزنیم کل این عدو اطفورای چی دروغ فلان نمایش. خواسته بره زندگی درمانی پیش یکی از بچه ها، یه دختری ازش خوشش اومده. زندگی درمانی که چه عرض کنم، یعنی واقعا، ولی ماها چون وقتی میان اینا رو مطرح میکنن همش مشخص میشه دیگه برخوردا. دختره، این دختره، این که رفته پیش این دختره میگفت دختره فکر کنم معتاده، یعنی رها. البته ما اینو از چندین نفر شنیدیم، من امیدواریم که یه روز خودش بیاد بگه اصلا من هستم. خب پولشو شما نمیدید که، این روز بیاد خیلی خوبه. بعد این خودش میگفت من خودم سیگاری هم، سیگار بدون نیکوتین میکشم، ولی این دختره سیگار رو با سیگار روشن میکنه. بعد یعنی رهایی که رفته این عاشق بوده، عاشق میگفت دختر مورد علاقم رو پیدا کردم. همش تو کانال هست دیگه، دیشب اومده به قول معروف اقرار کرد و اینکه گفتش من چی بود و حالا اقرارم کی میکنم، موقعی که میرم میخورم به یه مشکلی. چرا از اول اقرار نکردی؟ چرا از اول نگفتی؟ حالا که بعد میگه جهنم شده بود برای من، جهنم، فقط میخواستم یه جوری، منی که عاشق این دختر شده بودم همون روز که رفتم دیدمش، بعد از اولین سکسی که داشتیم یه جور دیگه شد. داستانشو گذاشتم تو کانال دیگه، دیشب دیگه نمیکشیدم. آخرام عصبانی شده بودم، نصف شب خوابالودم، عصبانیت که مزه نمیده که. بازم داد بزنم میدیدم چشمم، تو فیلم میبینم چشمم اینجوری همش. حالا امروز میخوایم بررسی کنیم در مورد این زندگی درمانی، امتیازش چرا از یه جنب زندگی درمانی بود، اینکه محسن رفت پیش رها. از این جنبه که توی زندگی درمانی میگن که میخوای یه آدمی رو بشناسی،
برو یه آدمی رو میخوای بشناسی، برو یه روز باش زندگی کن، یه روز باش زندگی کن، یه روز باش با هم سفره شو. تمام شخصیت اون فرد دستت میاد. این خانوم، این آقا حدود برای همین مسافرتی که 60-70-80% به خاطر خانم رها بوده، بعد هم عکسم اول نتونسته بگیره، اول این گفته نه، حالا به هر انگیزه اول نه، حالا البته عکساشو گفت فرستادن، الان فرستاد عکساشون هست. $2,000,000 خرج محسن شده، میارزه برای اینکه یاد بگیری، برای اینکه بفهمی. یکی رو میبری بالا، آی دختر ایدالم رو پیدا کردم، آی چقدر حرفای خوبی میزنی، چقدر فلان. بابا گاماس گاماس، یواش یواش، احساساتی نشو. دختر ایدالم، آه تو من از تو خوشم اومده، خیلی خوبه، بیاین با هم دیگه آشنا بشیم. اونم گیو اند تیک در سیستم برابر. این خانم یک سنت خرج نکرده، یک ریال خرج نکرده. این آقا نزدیک بعدش هم سیگارش داده، سیگار پاکت‌های سیگارش داده شده، قرض سفارش از بیرون. خب پول نداری چرا سفارش رو قبول میکنی؟ وقتی نمیتونی در رابطه باهاش یه جبرانی بکنی چرا میپذیری؟ مجبوری؟ خب من وقتی که ندارم همینو میخورم دیگه. سفارش رو میپذیری؟ برو اینو بده، غذا از اونجا بیاریم، غذا اینم چیز کن. خب تو چیکار میکنی در مقابلش؟ بفرما، اینم نتیجهش. یه روز بیشتر دوام آورد؟ محسن هم میخواست از اونجا، از خونه رها فرار کنه، از خونه رها به نوعی فرار کنه. انگار که فیلم گانگستریه. فقط چیکار کنم، چیکار کنم، از اینجا بیام بیرون؟ برای اینکه زبون نداری، برای اینکه حرف نمیزنی. همونطور که به ما نگفتی از اول، بعد از اینکه گند کاری شد دیشب، دو روز پیش رفتی، الان دیشب اومدی من میخوام حرفا رو بزنم. فکر کردی الان خیلی مثلا رازنداری داری میکنی الان حرف میزنی؟ اول چای لذت ببریم از چای. عصبانی میشیم، حالا عصبانی میشیم، بعد چای ببریم. دخترم اصلا هر کی رو میبینیم عجیبه واقعا. تعداد بچه های اصلا چرا انقدر سیگاری زیاد شده؟ هر کی رو میبینی سیگاری 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 سیگاری. الان دیگه سیگاری هم دیگه تبدیل شده به چیز دیگه. این میگفت فندقه، فندق، انواع غلات، جوی پرک شده، این نمیدونم یه چیزایی داره، نمیدونم دیگه همه چیزایی، خیلی زیاد، این خیلی چیز می زیاد داره. توصیه برای ریزشمون، کچل کنید چند بار قشنگ، بذاری هوا بخوره. من 4 بار کچل کردم. آخه یکی از بچه ها گفته آبگوشت سیاوش چی شد؟ برای من آبگوشت چیز آورد دیگه. هفته گذشته این موقع بودا، هفته گذشته
حرف از آبگوش شد، بر من آبگوش با قابلمه آوردن، چقدرم خوشمزه، ولی منم ندید بدید، اصلا انگار چند وقت بود، فکر کنم 8-9 ماهی بود آبگوش نخورده بودم، دیگه اصلا طوری خوردم، حالا اون آبگوش داره، فردا میخوام فسنجون درست کنم، بعدش هم از ستاره نمره بده، ستاره هم که نمره همش زیر چیز میده دیگه، ما هم میدیم اب نداره، بده ما نمره ستاره میده، فسنجون میخوام درست کنم، فسنجون رو بنار دارم، این دوره همی کردن ما اصلا اصلا دوره همی به عنوان دوره همی گروه ما محسوب نشد، مثلا از محسن رو خارج کردیم همون موقع اول که من خودم ریمووش کردم، بعد از این که اومده و نمیدونم به قول معروف سرش به سنگ خورده شده، میخواد بگه که بیا ما میخوام به از دور همیه حرف بزنیم، اگه راست میگی از اول بگو دیگه، ما اصلا کجا میدونستیم تو میخوای بری پیش رها، اصلا برای با چه انگیزه ای بودی، رها رو اول نمیگفت، اینو بعدن گفت، اول گفت خب فسنجون با اردک، نه بابا یک کم گوشت چرخ کرده دارم، از اون فسنجون های قلقلی میخوام درست کنم، زیبا جون با نگاه کردن انرژی میگیرم، حالا خوشحالم، مرسی. بعدش این چه زدی؟ هیچی دیگه، ما دیشب دعوا داشتیم، چجوری؟ جزئیاتشو برید توی اون لایو چیز ببینید، ولی در رابطه با محسن که الان ظاهر خیلی قمن عالی، ظاهر خیلی قشنگ، مثلا به همه مؤدب، برادر من، خواهر من، برادر خواهر که تو گروه ما نمیتونه بگه، ولی یه بار یادمه برادر من نمیدونم فلان، از این مثلا اخلاقی های بابا دروغ کم بگو، دروغ کم بگو، سینا یکی از بچه های گروه مشهد ما، اونم مثل که رها، خوشحال باش سینا، رهایی که خواسته با عکس خودش با محسن مثلا کونه تو رو بسوزونه، خوشحال باش، خب بدم میاد از مردایی که خواهش میکنن از زن. یه بار یه مرد این چنینی اومده بود، اه 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 اه، مردی که از زن خواهش کنه، خواهش میکنم، همون بهتر که سینا رفتی تو هم استراحت کنی چند روز، با یه ذره مغزت کار بیفته، احمق. چیکار کردی بخواد پونه تو بسوزونه؟ یه بار پیشنهاد میدی به یه زن، میتونم مثلا بیان خونت، میتونیم با هم دیگه بریم یه قدمی بزنیم، میتونیم با هم یه رابطمون رو صمیمی‌تر بکنیم، حالا نمیخواد وارد رابطه یه پارتنری اسم اینچنینی بذاره، حالا یه ذره صمیمی‌تر شو، وقتی میبینه ادا اطوار در میاره بگو هری دیگه، هری، حالا سینای ما الان ما اینقدر دوستش داشتیم که مثلا میخواستیم کاندید ادمینی بود، گند کاشتی گند، کونه تو میخواد بسوزونه بگو اصلا برو بابا، برو با هزار نفر، فکر کردی حالا ما التماس تو میکنیم؟
کسی که حالا چیه توی این زندگی درمانی با محسن یک قرون خرج نکرده خانم رها، یک کون مبارکشی که من پول ندارم، میدونست پول ندارم، دیروزم تو لایف گفتم پول نداری کون که داری، بلند میشدی غذا درست میکردی، بلند میشدی یه کار میکردی، بلند میشدی یه صبحانه درست میکردی، بلند میشدی میگفتی پول تو واریز کن من برم خرید کنم. کی هستی؟ از نافه کجا اومدی؟ فکر میکنی احمق؟ تازه دو قرتونیمش هم باقیه. چی دادی؟ یه دو سکس کردی دیگه؟ یه سکس کردی، حالا یه سکسی کردی چی میخوای در مقابلش؟ تو چی میدی در مقابلش؟ اینو میگم بیزینس. بیزینسی ها خیلی بهتر از شما هستن، تکلیفش روشنه، میگه انقدر این کارو میکنم انقدر این چیزو میگم، نمیاد اسم عشق و عاشقی و رابطه و نمیدونم چرت و پرتی اسمشو بذاره. عکس بگیریم که کون اون یکی رو بسوزونیم. این عضو گروه مایی، 10 تا خوش بدن خوبه، کمه. چه گلوی خوشگلی. شمدونی های همسایه گفت برای منم باید شمدونی بگیرم دیگه، بنفشه دورش گذاشت. آره تو بری بالکنم، این بالکن همسایه رو بریم اون قشنگ. حالا ما تو گروه من چیز داریم، امروز بساط داریم، دیشب دیگه دیر وقت بود، خوابالو بود دیگه، نمیتونستیم کاری بکنیم، خوابالو همه بودیم، گفتیم بساط داشتیم. ما یه گروه در کنار گروهمون داریم، گروه چت، که بچه ها هرچی میخوان اونجا بگن. حالا من این بچه هایی که سارا، سارای کرج، زیبا 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 زیبا، انقدر زیبا زیبا میکنی اشکات ریخته به تو، بخوا زیبا خیلی دوست دارم، بچی رازداری کردی تو نگفتی. پریناز، کسی اگه منو دوست داره تمام مسائل رو میاد میگه، نه اینکه بعد از 2-3 روز که گند این کارا اینجوری در بیاد. چند سال تو گروه ما هستن چیز؟ باز همین گنده رو بیکارن. آره مرز و زیبا، واقعا زیبا زیبا. منو کسی دوست داره عملا نشون بده، اونم با واقعیت زندگیش. از ابتدا اون کاری که میکنه بیاد بگه، ما میریم نه میخواییم بریم برای خودتون هر کاری میخواییم بگم، مگه ما با کسای دیگه کار داریم؟ تو میای از طریق این گروه، بعد من زیبا میخوام، ها نمیشه که هم چی نسیخ بسوزه نه کباب، یه کاری بکنی، نه اونجایی که به نفته بگی، اونجایی که به نفت نیست نگی. بفرما. من 2 روز پیش وقتی این حس، نمیدونم یه حسی بود، پیامم هست، بارها به خودم گفتم آخه من چرا همینطوری، چرا من به این فوش دادم تو چیز. بعد گفتم که تو جواب، سوال کردم، چند تا سوال کردم جواب نداد،
بعد میگه من دیدم هیچ کسی این حرف و این پیام های من رو تو اون گروه دور همی مشهد ریپلای نکرد. هیچ کسی نم جواب نداد. با خودم گفتم خب شاید من این حسی که دارم اشتباه باشه و فلان اینا، برم پاکشون کنم اون پیام ها رو. یه چیز مانع شد. دیشب اون پیام ها ثابت شد که درست بود. چند دومین بارش این موسه دنبال زن ایدال میگردی، بیا عنوان کن. من زن ایدالم رو پیدا کردم. بابا چند سالته؟ چند سالته؟ این همه زن در اطرافت بوده. یه سی سوزنی به خودت بزن، بعد یه جوال دوز به دیگری. یه ریگه تو کفش خودته. محسن با تو هم. اون ره هم که گند کاشته ایچی. بهار بهش گفته بود که برای نمیدونم خونه جدیدش صاحب خونه هم گفته باید بیای بیرون. دنبال یه کسی هستش که براش نمیدونم خونه جدید پیدا کنه، نمیدونم چیکار کنه اینها، و کسی پیدا بشه براش اینا رو بده. بفرمایید برید برید. بعدم میخوای بهش دستورم بدی؟ چون تو زنی ها؟ چون تو زنی ها؟ همه چی از بالا همه چی برات آماده بشه ها؟ سیگار تو پشت سیگار روشن کنی و به قول محسنم بیای مثلا شلوار تو در بیاری و اینم شد چیز. اونام برای تو هزینه ها رو واریز کنن. امتیاز زندگی درمانی، حالا اسمش این که زندگی درمانی نشد، این گوه درمانی شد. زندگی درمانی اگر میخواستید بگید از اول باید همه چیزش برنامه ریزی میشد، نه اینکه میای بعد از دیشب داری اینا رو مطرح میکنی. اگر زندگی درمانی با گروهه تمام مسائل برنامه ریزی میکنه، از خریداش، از نهارش، از غذاش، از هزینه هاش، از نوع برخوردش. نه گند کاشتی اومدی اسمشو میذاری زیبا، من میخوام بیام بگم. حالا صبر کنی بذار اینم از بچه تموم شد. برو اومد. اینم گروه ما دیگه، گروه ما رو که دارید میبینی، گندای گروه ما هم هست دیگه. خب اون کاسه رو نخوری. نه دیگه نمیشد. بچه ها چی شده؟ اون بچه هایی که توی لایو های تو گروه ما، یه گروهی داریم، صبر کنیم بذاریم اول چیز بدم. حالا دعوا همون مونده، من اول قشنگ باید استراحت بکنم، بعد بریم ببینیم حالا تو گروه چه خبره. 5 7 2 3 7 2 3 کسی بخواد تو گروه ما مخالف سکس که نیستیم، که مخالف مخفی کاری هستیم. چرا یه کسی که عاشقه، یه کسی که عاشق باشه همه جا اعلام میکنه، همه جا اعلام میکنه کسی که عاشقه. این فرقه اون کسیه که سکسو فقط برای چی؟ منافع شخصی میخواد. کسی نفهمه، زنم نفهمه، اون یکی میگه شوهرم نفهمه. همونجا اولین کلمه که مطرح میشه، اولین کلمه، من کسی که میاد میگه که ببین یه مسائلی دارم، آخه زن من اصلا درک خوبی نه، مذهبیه، بهانه. بابا خیلی از مذهبی ها از همین آدم های غیر مذهبی بهترن. اونی که راست میگه، اونی که از کارش دفاع میکنه، ملاک گرایش مذهبیشون نیست. میدونی زن من عقب مونده است، تحصیلاتش پایینه. اون یکی میاد زن من، شوهر من انقدر متعصبه.
خب متأسفه چرا باش هستی؟ ایراد داره چرا باش هستی؟ آخه نمیخوام بدونن. تا همینو میگه علامتیه برای چی؟ برای اینکه گندکاری ها رو پوشوندن. علامتیه برای گندکاری ها رو پوشوندن. بعد دروغ مصلحتی، دروغ مصلحتی. گان توش مسه، گان توش مسه، خون را نیفته. بری زیر این پستای من نگاه کنیم، زیر پستای من از کامنت ها میفهمید جامعه 99% جامعه ما موافق هستن با این که کسی با یک کسی دیگه ارتباط داشته باشه، فقط کسی معلوم نشه. مشکله 999,000 آدم ها در رازنداریه، اینکه علنی نشه. البته من خیلی دیگه آمارو خوب گفتم، آنم به نفع خودم، وگرنه در 1,000,000 هم شما 100,000 هم یه نفر رو پیدا کردید که کاملا موافق باشه با این. اون آدم که باره من اگه یکی رو دوست دارم، دوستش دارم، من به خاطر رها دارم میرم، 70% به خاطر رها میرم، من از رها خوشم. بچه اینا نگفتی چه نتونسته؟ چون میدونی چیه؟ چون از کار خودت هم تو چیز نبودی، نمیتونستی دفاع کنی، از کار خودت هم نمیتونستی دفاع کنی. همون مسئله ای هم که 30%، 30-40% دیگه هم که آقای محسن به خاطر مسئله باغ رفتی، باغ، یه باغی داریم یه کمشو فروختیم، 5,000 مترشو تو چیز فروختیم، بقیهشو نمیدونم سال چند میلیارد حالا چقدر پول گرفتن اینا بمونه. آخه اینا اصلا 2 میلیارد برشو پول نیست. خانوادگی اینجوری هم. اینا خانوادگی 2 میلیارد هم پولیه؟ اینا اینجوری هم. حالا میام میگیم اون 70% به خاطر رها بود، 30% دیگه به خاطر مسئله مالی که بوده. همونم باز کن. تو همونم گند هست، تو همون زمینی که میگی که اومدن اینا برداشتن دورشو چیز کشیدن، ما داریم دادگاه و فلان، میخوایم چند سال از سال چند نمیدونم میخوایم زمینمون رو بگیریم نمیدونم فلان. اکثریت دادگاه ها برو، برای چی میری سراغ وکیل؟ چرا کسی میره سراغ وکیل؟ نمیری که دنبال حق، میری دنبال حق خودت. وکیلم نگاه میکنه انواع تریک ها رو پیدا کنه که یه جوری جلوی داد. چقدر به من میدی؟ 10% زمین رو به من میدی؟ 10% انقدر بده من در درستش میکنم برای تو، درش میارم فلان میکنم. حالا شده با رشوه، حالا شده با نمیدونم کلک، حالا شده از قانون های استفاده ای بکنه اونو بزنه. نه تو چسن آشوا چلر گاشوا. من با یه چند موردی که توی چیزایی که مسائلی که برای من پیش اومده بود گفتم برو وکیل بگیر. گفتم وکیل کسی میگیره که نتونه از حق خودش دفاع کنه. وکیل کسی میگیره که بی نتونه بگه که من چی هستم. بیا تو برو اونو یه جوری به چرخون به نفع من باشه. همون 30%، 70% به خاطر رها بود رفتی که گندش تازه دیشب در اومد که چه گندایی کاشتی تر دو طرف. 30% هم به خاطر مسئله مالی بوده، مسئله باغت بوده، دادگاهی بوده. همونم باز کن. تازه گیر دستت میاد. همونم باز کن تا ببینیم که اونجا چی کار کردید، اونجا چه گندهایی کاشتید. هر کسی میاد از موضع خودش میگه، همونطور که در رابطه با این کسی که میره با یک کس دیگه ارتباط برقرار میکنه میگه نگیم دیگه، بگیم آخه اتفاق میفته. مشکل رضا رئیسی و ستاره در رابطه با نتورکینگ، مسائلی که پیش اومده بودم میان سر چی بود؟ ستاره تمام اینقدر عصبانی شده بود، ناراحت بود.
سر اینکه زیبا چرا این مسئله رو گفتی؟ من با مترجما، با نمیدونم، با کارهای پناهنده ها، هر کسی به من مراجعه میکنه فلان اینا، الان بفهمم من یه همچین کاری داشتم، من یه همچین ضرری کردم، من نمیدونم، من و تمام اطرافیان اون سر همین کارهای نتورکینگ و فلان، من 1800 رفتم. گفتم اون موقعی که داشتی تبلیغ میکردی اینقدر که بعد من برگشتم بهت گفتم اینجا نمیشه این تبلیغاتو بکنی، میخوای بری همه مهمونایم که بودن، گفتم برید بیرون، حداقل توی این محوطه من نمیخوام کلمه از یه همچین بورس بازی ها با نمیدونم نتورکینگ ها با نمیدونم یه همچین معاملاتی باشه. یادته اون موقع میگفت نه یکی اینقدر برنده شده. تمام مسائل رضا و الان ستاره در رابطه با چی؟ هر دوتاشون میگن زیبا 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 زیبا. چرا؟ چون من حرفای اینو به اون زدم، حرفای اونو به اون زدم و حرفای اونا رو تو لایف زدم. خب بذار بدونن آدما کاری کردی، ضرری هم کردی، مسئله هم برات پیش اومده، خب بذار بدونن دیگه. اوه 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 اوه، هزار تا کامنت رفته من ندیدم. همینطور فقط دارم دستم کامنت رو ببرم بالا. کامنت رو بله، یکی رو الان دیدم یه لحظه، این دیوانه است. میبینی چه دیوانه؟ چون راست دیوانه ها راست میگن، دیوانه ها راست میگن. اوغلا یه اصطلاحی هست میگن نجیب زادگان، طرف نجیب زادگان. نجیب زادگان رو دیدید؟ اصلا اصطلاح اینجا آلمانی هم میگن هر کاری میکنن اما شوایگن، سکوت میکنن، میبندن. شما فکر کنید تمام اون آدمایی که میان با زناشون، با زنای رسمیشون، با شاهزاده ها و فلان اینا که میان، بعد پرده از روشون بر زندگیشون برداشته بشه، فکر کرده همون نقش رولی رو داد و آدما بازی میکنن که هستن. زندگی فرح همونی بوده که مثلا بوده، زندگی شاه همونی بوده که مثلا با فرح عاشقانه زندگی میکردن و فلان اینا بوده، زندگی نمیدونم اون اشرف پهلوی چی چی بوده، اونا خواهراشون چی بودن؟ نه، ولی همهشون یه رول قشنگ خوب ترتم نیست، کنار هم عکسای خوب میگیرن. اما شوایگن 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 نجیب زادگان هر کاری میخوام بکنن، سوی اصطلاح شما رو یادم نمیاد آلمانی، اما شوایگن سکوت میکنن. جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. چی بود؟ منصور حلاج. کارش این بود که اسرار هویدا میکرد. کی بود؟ زیبا ناوک. فکر کردید اسرار منصور حلاج چیه؟ کهکشان ها رو اومده براتون باز کنه؟ کهکشان؟ نم سیاه چال های فلان رو برای شما باز کنه؟ اسرار همین چیزای خیلی ساده روزمره است. همین از کجا اومده؟ این از کجا اومده؟ همین رو میگی؟ گدا! همون رو میگی؟ نمیم فلان تو نداری؟ اون یکی میگه نمیدونم فلان کردی، چی کار کردی، چی چی چی، صد تا حرف میاد، ولی همین چیز خیلی خیلی کوچیک. مف خور، تیغ زن، چی چی نمیدونم فلان داده، این کار کرده، جند فایشه نمیدونم فلان چی چی، ده ده تا حرف بزن ببین. بعد میاد برای این که توجیه کنه، همون کار رو میخواد بکنه، همم اینطور میخواد توجیه کنه، میاد انواع مصلحت ها رو میذاره، میشه چی؟ مصلحت نظام. حقوقشون رو نباید بدونید، مسائل خرجاشون رو نباید بدونید، کاراشون نباید بدونید، مسائل نظامی رو نباید بدونید، مسائل نمیدونم فلان رو نباید بدونید، توی زندان ها نباید بدونید، تو کارها نباید بدونید. میاد 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 نباید 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 و نباید و میشه حریم خصوصی. ما هم همه شستشوی مغزی میشیم، میام میگیم ای مسئله شخصی از کجاست؟ مسئله شخصی از کجاست؟ مسئله شخصی از کجاست؟ مسئله شخصی از کجاست؟ خیلی خوشگله نه؟ همینو بپرسید از کجاست داستان داره.
همین راز همینو براتون بگم که از کجاست و چه چیزهایی پشت این بوده. همین ماگی که از کلینیکمون به ما دادن. من هر وقت اینو میبینم باید اینجوری یادم باشه. مثل همون حرفی که مامانم خواهرم به مامانم زد. گفت ای چه قشنگ اینجا رو سوزوندی. هر لحظه ببینم میگم ماما. همه ذرات در این جهان چیز دارن، پشتش حقایقیه. اون برگی هم که میفته. حالا میام این یکی. تهنشین شده خوبه. شیطان اعظم خودتی. خوشحالم آشنا هست. از آشنایی با شما خوشحالم بنده. معلومه که شیطان هم منم. شیطان و خدا آفریده انسانن. نیروهای وجود در انسانن. شیطان وجودت و خدای وجودت باید با هم آشتی کنه. باید با هم ازدواج کنه. حسای منفی که تو داری میگی اونها رو بشناسی. انقدر مبارزه نکنی. بشناسی حسادتت از کجا میاد. باش آشتی کنی. بفهمیش اینو مکانیسمای دفاعی توه. یک کلمه افتاده مثل توتی تکرار میکنی. شیطان بده. خدا خوبه. اینو باید پرستید. اونو باید کش. اونو باید مبارزه کن. چی اصلا میدونی چی اصلا؟ یه ذره برای خودت فکر کن. اصلا چی؟ اصلا وهله اول به خودت فکر کن. من که خوشحالم که اصلا شیطان اعظم من باشم. من که خوشحال میشم. همونطور که کسی میگه خدای من تویی، تو هم داری میگه شیطان اعظم خودتی. هر دوتاش جالبه، هر دوتاش خوبه. این یعنی نشون میده من تمام اون چیزایی که در وجودم هست و یه لحظه نیفتم به خاطر این چیز. حبیبم ازش، هر کسی که میترسه. ببینی این که میگه آدم باید از خدا بترسه، من همیشه میگفتم یعنی چی؟ چرا باید از خدا بترسم؟ هر کسی میترسه از خودش و از اعمالش میترسه. همون کسی که میره مخفی کاری میکنه از اعمالش میترسه. وگرنه عشق قشنگه، سکس قشنگه، همه اینا سکس نبود. یه بار یکی برگشت گفتش که زبوی از سکس حرف نزن. گفتم پس تو از کجا اومدی؟ ولی قشنگ ازش دفاع کنی، لذت ببری، نه اینکه مخفیش کنی بعدش به عنوان به خودت هم تحقیر کنی تو این کار. این آدمی که من دیروز ازش یه سوال کردم، محسن، گفتم فامیلی رها چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم تو دیگه کی هستی؟ فامیلی کسی که باهاش سه بار سکس کردی رو نمیدونی. فامیلیشو نمیدونی. بعد تو دیگه کی هستی؟ همین کافیه. همین کافیه برای زیر سوال بردن تو. همین کافیه که تو روابط چجوری میری جلو. دختر ایدئالم رو پیدا کرد. چجوری پیدا کردی؟ از دماغش؟ از ابروهاش؟ از نمیدونم ادا افباراش؟ چجور شناختیش؟ تو اسم فامیلیشو نمیدونی. الان بپرسیم تعداد خواهر برادرش هم نمیدونی، خانواده‌اش هم نمیدونی، درآمدش هم نمیدونم. دو تا حرفای قشنگ به هم دیگه، جملات خوبی رو به هم دیگه تحویل میدید. مثل همین هاشم که رفتم اونجا، چی دوستا از عقل، از اثرات فلان، نمیدونم چی 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 تعریف میکنه. وقتی ازش پرسیدم این هاشم هیدری که ملا بود، چند تا بچه داری؟ مسئله شخصیه.
اما در رابطه با خلقت صحبت کردن از کجا اومده؟ اول تخم مرغ بوده یا مرغ بوده یا فلان بوده؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه. تمام اون چه که یاد گرفتی، تمام اون چه که از هر جای آموختی، آیت اللهی، سبقت الاسلامی، مقت الاسلامی، نمیدونم چی چی هستی، پروفسور هستی، پی تی، نمیدونم دی پی تی اچ تی، چه 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 پی چه 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 داری، نمیدونم پروفسور، نمیدونم فلان هستی، مستر، نمیدونم طبقه رده 8 هستی، این تستر، نمیدونم رده، نمیدونم تو عرفان رفتی، پست هستی، هر چی هستی، هر گفتی هستی، هر مرتبه ای که رسیدی تو زندگی، تو همون چای خوردن، تو همین روابط معمولی، تو همون یک روز زندگی که هستی نشون بده. پره دیگه تمام این چیزا. خواهر من چیز نماینده هولوکوییه، چیز داره میگه همین محسن، خواهر من نماینده، خودش روانشناس فلانه، هم خواهرش که میگفت 2 میلیارد پول نیست، 2 میلیارد پولیه، میاد همینجا از من زیبا با تو زندگی کردم، با تو زندگی کم، از من مشاوره میگیره، ما حالا یه زرم خرد میشیم و بعد میگیم ای بای بودا تفتیب، ای بای با این تورنتوس، یه زره احمقی هم از من خودم هم بودا یه زره، که مثلا گفتم وای این تبریزیه، این ترکه، این نمیدونم فلانه، تورنتوه، شاید بتونه با خواهر مادرم، حالا اون موقع دیگه 2 سال پیش باز، حالا منم احمقی خودم هم هست دیگه، حقمه، حق اینجوری هم جوابم داده بشه، گفتم شاید بره شماره این خواهرم و اینا رو بهش میگم برو اینا رو پیدا کن، هیچی، خواهرم که بلاکش میکنه، بعد از مدتی هم این نمیدونم، حالا خوبه خواهرم هم یه حرفی هم شاید بهش زده، اومده انتقام ما از ما رو گرفت، وقتی بهش میگم که خیلی خوب تو که برات 2 میلیارد پولی نیست، تو باید به ما 1000 اون رو حداقل بدی، 2 میلیارد وقتی برات پولی نیست، هیچی، ما هم از اونم بلاک شد. پاشیم یه ذره برقصیم دیگه، جانم سان جانم سان رو گوش بدیم، جانم سان که بابا، جانم سان که، هی 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 هوی 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 هوی. هیچی دیگه، اونم خواهرش که نماینده هولوکویی، روانشناسه، جملات خوب تحویل میدن، در عمل وقتی میره تو زندگیشون این میشه، این میشه، جملات خوب تحویل بده، نماینده هولاکوییم، مولاکوییم، تولاکوییم، سولاکوییم، روانشناسم، چی چیم، بعد میره تو زندگی واقعیشون میره گند گند. زانم سان، زانم، یعنی خودم با 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 No.